دکتر خانلری رو در مورد شعر و عروض فارسی و ناسازگاری هایی که به نظر دکتر خانلری بین ساختار شعر فارسی و عروض عربی وجود داشت برشمردن. آقای دکتر پارسی نژاد که در اینجا تشریف دارن بیشتر به نقد به تأثیر دکتر خانلری در شکل‌گیری نقد و تفکر انتقادی در تاریخ ایران پرداختن. آقای دکتر رستگار فسایی شرح احوال و آثار دکتر خانلری رو در سال 2000 منتشر کرده. کتاب آقای میلاد عظیمی هست. به همه اینها باید دو کتاب بسیار پر ارج سخنواره و قافل سالار سخن را اضافه کرد که برگزیده از آثار دکتر خانلری و برگزیده از آثار محققین و پژوهندگان در مورد نوشته ها و آثار دکتر خانلری در این کتاب ها هست. به همه اینها باید نوشته‌ها و مقالات بیشماری رو که در خارج از ایران به زبان‌های غیر از زبان فارسی در مورد دکتر خانلری هست، ترجمه‌های متعددی که از آثارش و اشعارش و به خصوص شعر عقاب هست باید اضافه بکنیم. باید به برنامه‌های اشاره کنیم که به همت و ابتکار دکتر خانلری آغاز شده و به این ترتیب به نظر می‌رسه که حوزه عمل و اندیشه دکتر خانلری بسیار گسترده بوده و این نشانی از گسترده بودن آفاق ذهن و اندیشه دکتر خانلری میده. خانلری از این توانایی برخوردار بوده که بتونه با سنت‌های بسیار جا افتاده فرهنگ و ادب و شعر فارسی در درجه اول آشنایی پیدا کنه، آشنایی عمیق و گسترده‌ای که بهش امکان بده ریشه ها و بنیان های این سنت های فرهنگی و ادبی رو ببینه و اون رو با ذهن نقادی که داشته از نو بررسی کنه، در بسیاری از موارد نظریات و آرایی بده که با آنچه در گذشته بوده متفاوت بوده، بدون اینکه ارزش کار گذشتگان رو مورد انکار قرار بده و توجه کرده به بسیاری از نکته هایی که شاید از نظر محققان پنهان مونده و شاید همه اینها باعث شده که نظر این همه محقق و دانشمند و پژوهنده به آثار دکتر خانلری جلب بشه و به نظر میرسه که این روند همچنان در سالیان آینده هم ادامه خواهد داشت و شاید اگر عنوان رو از یکی از کتاب‌های دکتر اسلامی ندوشن در مورد حافظ به وام بگیریم، خانلری هم به یکی از ماجراهای پایان ناپذیر تاریخ ما بدل خواهد شد. شاید بد نباشه در مورد خانلری به سه نکته دیگه هم اشاره بکنیم. نکته اول در مورد شعر خانلریه. شعر خانلری همچنان که بسیاری از پژوهندگان آثارش نوشتن شمارش زیاد نیست. یعنی خانلری در شمار کمگوترین شاید شاعران ایرانی. ولی شاید از این نظر هم در فرهنگ ما یگانه و نزدیک به یگانه باشه که نامش با یکی از اشعارش چنان به هم پیوند خورده و این دو آنچنان به هم جوش خوردن که نام خانلری با نام عقاب با هم به خاطر میاد. نکته دوم شاید این هست که باز خانلری در شمار انگوش شماری از ادیبان و شاعران و منشیان و کاتبان و وزیران ایرانی که زندگیش و فراز و نشیب‌هایی که این زندگی پشت سر گذاشته درست به اندازه تحقیقات و پژوهش‌ها و شعرها و نوشته‌هاش مورد بحث و گفتگو بوده و شاید از این نظرگاه در ادب کهن ایران به مولانا شبیه باشه بود، در ادب معاصر فارسی گذشته از همه همسانی ها و ناهمسانی ها به کسی مثل صادق هدایت که خانلری شعر عقابش رو به او هدیه کرده بود. عقاب خانلری موقعی نوشته شده که کتاب بوفکور هدایت انتشار پیدا کرده بود. ولی خانلری این شعر رو به هدایت هدیه میکنه.
عقاب خانلری شباهتی از نظر ظاهر به بوف خانلری، به بوف هدایت نداره. بوف هدایت تمام تاریخ ما رو پشت سر گذاشته و ویرانی ها و آبادانی ناپذیری دیده که کوریش در واقع ناتوانیش رو از روبرو شدن با این ویرانی های ناآبادی پذیر نشون میده. نوشته هایی که در مورد خانلری هست، تعددش، فراوانیش، تنوع نظرگاه ها، متفاوت بودن زمینه های فکری تعداد بیشماری که این نوشته ها رو نوشتن، باعث شده که گذر ایام چهره خانلری رو درست مثل اینکه این چهره داره از زیر یک جریان آب زلال رد میشه، با گذر هر سال رنگ‌ها رو، غبارها رو از چهره خانلری بیشتر زدوده، به طوری که امروز همچنان که استاد مشتبایی اشاره کردن، بسیاری از تصمیماتی که خانلری در زندگیش گرفته، بسیاری از تعهداتی که پذیرفته و اون روز شاید بیشتر از طرف دوستداران آثارش و به خصوص عاشقان شعر عقاب مورد تعجب قرار می گرفته، امروز با گذر ایام درستی اون اندیشه ها و وسعت دیدگاه کسی که این تصمیمات رو گرفته رفته رفته آشکارتر میشه. شاید خانلری در اون روزهایی که تصمیماتی میگرفت که حاصل مشاغلی رو میپذیرفت که حاصل اونها به وجود آمدن مؤسساتی شبیه بنیاد فرهنگ ایران یا به راه افتادن طرحی مثل طرح سپاه دانش یا قدم‌هایی که برای مبارزه با بی‌سوادی برداشته شد و همه کتاب‌ها و اندیشه‌ها، شاید خانلری اون روز با اون تصمیمی که بیهقی رو در کنار دیوان محمود غزنوی می‌نشوند و بهش امکان میداد که یکی از دقیق ترین، جا افتاده ترین و به یاد ماندنی ترین روایت های تاریخی رو برای ما به یادگار بذاره آشنا بود. شاید نگاه خانلری تاریخ رو در یک روز و یک سال و یک دهه نمیدید. تاریخ برای خانلری یک قوس گسترده ای بود که آغازی همچنان که شایسته فرهنگ ماست و خانلری ازش بسیار آگاه بود، آغازی بسیار کهن داشت و آرزوی بزرگ خانلری و همه کسایی که به این فرهنگ عشق می‌ورزیدند ادامه او تا بیکرانه های دور بود. اگر این نگاه رو داشته باشن، بسیاری از تصمیماتی که در یک روز و یک دهه و یک سال مورد تعجب انکار قرار می تعجب و پرسش قرار میگیره، در این بافت کلی هم پذیرفتنیه و هم موجبات ستایش رو فراهم میکنه، همچنان که امروز هر چه زمان میگذره هم درستی اون اندیشه ها و تصمیمات آشکارتره و هم ستایشگران اقداماتی که خانلری کرده و طرحهایی رو که بنیان گذاشته. خانلری گذشته از همه اینا، درست اون آزردگی خاطر دوستان جوانش رو همچنان که در نامه‌ای که به همین عنوان نوشته خیلی خوب درک می‌کرد. یعنی نکوهندگان تصمیمات خانلری در واقع با درون خانلری در گفتگو بودن. خانلری حرف‌های اونا رو شاید بسیار روشن‌تر از خود اونا میشنیده، اون حرف‌ها رو درونی می‌کرده و حاصل درونی کردن این رویدادهای بیرونی، حاصل زیستن فرد در پهنه گسترده اجتماع و تاریخ، حاصل قرار گرفتن فرد در مرکز پرسش‌های بسیار بنیانی زمانه و روزگار، این لحن اعترافی هست که در بسیاری از نوشته های خانلری دیده میشه و خانلری رو همزبان میکنه با کسانی که
از او میپرسم. خانلری تا اونجا که میتونه این پرسش ها رو، پرده های فرو افتاده بر تصمیمات و برنامه ها رو برای دوستان جوانی که به او از او صادقانه میپرسند که چرا عقاب از اون بالا میل به فرود کرد، جواب میده. درگیری خانلری با خودش، درگیری خانلری با فرهنگ سرزمینش، درگیری خانلری با کل تاریخ این مملکت و این سرزمین و آثاری که به وجود آورده، نام خانلری رو برای همیشه جاویدان خواهد نگه داشت و این ستایش ما که برخوردار شدگان از اون رنج‌هایی هستیم که خانلری بر خودش هموار کرد تا بتونه گنجینه این چنین عظیمی از کار و نوشته و برنامه به ما تحویل بده، ستایش ما برای خانلری هر روز بیشتر خواهد شد. بسیار متشکرم. اشتی حبیب من شیدای گیتی، گر میشنیدی حبیب من پند ادیب، آن گر میشنیدی پند دیوان با تشکر از استاد تعریف، یک بار دیگر از حضور دوستان و استادان محترم در این مجلس تشکر میکنم و دعوت میکنم به پذیرایی در تالار جمع سالن. شب بر شما خوش.